Hi there again guys, welcome back to another video from Zahbanico. I hope you are doing great. حالتون چطور رفقای من؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو دیگه از چنل خودتون زبانیکو. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه مثل همیشه. Today we want to learn and review some sentences which could be practical and useful for us when we are taking an IELTS exam. امروز می‌خوایم با هم دیگه یک سری جملات نمونه‌ای رو بررسی بکنیم و ریویوشون بکنیم که میتونن به همون کمک بکنن، میتونن برامون کاربردی باشن، میتونن برامون پرکتیکال باشن موقعی که داریم یک امتحان IELTS میدیم. Especially when we are talking about the speaking part of an IELTS exam. مخصوصا وقتی داریم راجع به پارت speaking یک امتحان IELTS صحبت میکنیم. امیدوارم که ویدیو براتون مثمر ثمر باشه. یاد نره که اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو برای رفقات بفرست، دکمه سابسکرایب و دکمه زنگوله کنارش یاد نره بزنی که هر دفعه ویدیو گذاشتیم تو مثل همیشه اولین نفری باشی که از این موضوع باخبر میشی. و اگر دوست داشتی که کلاس‌های خصوصی زبانیکا یا کلاس‌های فری دیسکشن مون شرکت بکنی که مخصوصا راجع به کلاس‌های فری دیسکشن مون هر جفت ما هم امیر اونجا حضور داریم و افتخاری که در کنارتون باشیم، راجع به موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم، ویدیوش روی تصویر دارین، می‌بینید که خودش گویای همه چیزه، به راه ارتباطی که این زیر میاد پیام بدین و باهاش در ارتباط باشید. متشکرم ازتون. بریم سراغ ویدیو و لتس گو. So, when we are taking an IELTS exam, the examiner maybe would ask about our background. ممکن اون کسی که داره از اون امتحان میگیره راجع به بک‌گراند اون از اون یک سری سوالات بپرسه. بریم چند تا نمونه جمله ببینیم که میتونه به اون کمک بکنه که جملمون یا اون در واقع بحثمون رو آغاز بکنیم. بریم با هم ببینیم. مثلا when we are talking about our background، داریم راجع به بک‌گراندمون صحبت میکنیم، داریم یک اینتروداکشنی از خودمون به طرف میدیم. اگه بخوایم راجع به اون شهری که توش زندگی کردیم بگیم، میگیم I come from تهران، از تهران میام، تو تهران زندگی میکنم. Which is located in ایران، که اون شهر قرار داره در ایران. پس میتونیم از یکی از جملاتی که استفاده بکنیم این باشه I come from Tehran which is located in Tehran، یا I currently live in Tehran. جمله بعدی اینه، میگه من در حال حاضر تهران زندگی میکنم but I grew up in مثلا رشت، ولی بزرگ شدم در شهر رشت، ولی در حال حاضر در تهران زندگی میکنم. پس وقتی دو تا شهر رو میخوایی منشن بکنی میتونی از این جمله استفاده بکنی I currently live in یه شهری but I grew up in یه شهر دیگه. وقتی که میخوایی راجع به شغلت صحبت بکنی و تو اون introductionت میخوایی راجع به شغل خودت هم یه توضیح کوتاهی به طرف بدی، میگه I work as، من کار میکنم به عنوان I work as a teacher، یک معلم. And I have been doing this for مثلا 5 years. میگی من به عنوان یک معلم کار میکنم و I have been doing present perfect continuous، یعنی present perfect استمراری، اون کار از گذشته تا به امروز انجام دادم، اثراتش هست و همچنان هم در حال انجام دادنش هم داری، با ING میگیش. I have been doing this for 5 years، و برای 5 سالی که دارم این شغل رو انجام میدم و به این کار مشغولم. این میشه بحث اول اینتروداکشنمون که شهرمون رو میگیم، در واقع کشورمون رو میگیم، جابمون، شغلمون رو میگیم. حالا از بحث معرفی و مای نیم و مای ایج و اینا که گذشتیم، اگر بخوایم بعدش بریم سراغ این که اوکی بخوایم راجع به هابیامون صحبت کنیم، راجع به کاری که دوست داریم تو وقت آزادمون توی فری تایممون انجام بدیم چطور؟ مثلا میتونیم بگیم توی وقت آزادم، in my free time، توی وقت آزادم I enjoy reading، من لذت میبرم از کتاب خوندن، از کتاب خوندن لذت میبرم، I enjoy reading as it helps me relax and unwind. چی میگه؟ میگه توی وقت آزادم، in my free time، من لذت میبرم از مطالعه، از مطالعه کردن لذت میبرم و این بهم کمک میکنه، as it helps me، که بهم کمک میکنه، به این عنوان که بهم کمک میکنه که ریلکس کنم. and unwind، unwind هم به معنی آرام گرفتن، همون ریلکس کردنه، آروم بشم، ریلکس کنم،
از اون هیاهوی روز بیرون بیام. یا میتونی یه جوری دیگه اینو بگی، به این جمله دقت کن، میگه one of my favorite pastimes is hiking مثلا، which I do whenever I get the chance. میگه یکی از اون کارهای مورد علاقه‌ام که دوست دارم تو وقتای آزادم بکنم هایکینگ کردنه، کوهنوردی کردنه، که وقتی که فرصتشو داشته باشم انجامش میدم. پس یه مدل دیگه اگه بخوای اینو بگی، به جای جمله قبلی میگی one of my favorite pastimes is hiking which I do whenever I get the chance. یا میخوای یه جور دیگه بگیش، یه خورده شاید حرفه‌ای‌تر، میگی I'm passionate about something means من به یک چیزی میل دارم، علاقه دارم به انجامش، هیجان دارم برای انجامش. I'm passionate about مثلا photography، به عکاسی کردن علاقه دارم. And I spend a lot of my leisure time on it. و من بخش عمده ای از وقت آزاد خودم رو صرف این کار انجام میدم به خاطر اینکه بهش علاقه دارم. I am passionate about something. راجع به اون کار علاقه مندم، هیجان دارم، شور دارم، هیجان دارم برای انجام دادنش. پس تو به کمک این سه تا جمله نمونه میتونی راجع به علاقه مندی هات و کاری که تو وقت آزاد انجام میدی و دوست داری انجام بدی صحبت بکنی. ممکنه توی بخش دیگه از اسپیکینگت یا آزمون اسپیکینگت بخوای راجع به دیلی روتین هات صحبت کنی، کارهای روزانه‌ت، یعنی میخوای دیسکاسینگ دیلی روتینز بکنی، راجع به اتفاقات روزمره‌ت بحث و گفتگو بکنی با طرف مقابلت. چجوری این کارو بکنیم؟ مثلا یه نمونه ازش ببینیم. میگه on a typical day، ببین میگه توی روز عادی، جملهش اینجوری شروع میکنه، میگه on a typical day، توی روز عادی، I usually start my morning by میگه من معمولا شروع میکنم روزم رو با مثلا going for a run. یاد باشه بعدش ing بیاری، going for a run. I usually start my day, I usually start my week. من معمولا روزمو شروع میکنم، هفتمو شروع میکنم با چی؟ By going for a run، با رفتن به مثلا دویدن، going for a walk، برای اینکه برم پیاده روی بکنم، یا چیزایی شبیه به این. یا مثلا میتونی بگی My weekdays are quite busy with. میگه روزهای هفته من، My weekdays are quite busy، هستن تقریبا شلوغ، with با چی؟ با چه کاری؟ مثلا with work، با کارم شلوغن، روزهای شلوغی دارم سر کارم و اینا. But میگه اما I make sure to find time for، یعنی من سعی میکنم make sure کنم، اطمینان حاصل بکنم، مطمئن بشم که وقت پیدا میکنم for exercise مثلا، برای تمرین بدنی کردم، برای ورزش کردم. پس یه مدل دیگه که میتونی جملتو شروع بکنی اینه که بگی اوکی، من روزای پرتلاشی و پر مشغلی رو دارم به واسطه کارم. My weekdays are quite busy with work. But I make sure، مطمئن میشم، I make sure to find time for exercise. یا دیگه چجوری میتونیم بگیم و راجع به روتین روزانه‌مون صحبت کنیم؟ این جمله رو نگاه کن. In the evenings، عصرها، I like to read a book. اینجا اکتیویتی تو میگی. I like to read a book. دوست دارم که کتاب بخونم، یه کتاب بخونم. Which helps me distress after a long day. که بهم کمک میکنه که بتونم خودم رو از استرس جدا بکنم و استرس خودم رو کاهش بدم بعد از یک روزش شلوغ و طولانی. پس I like to فلان کار رو انجام بدم، فلان اکتیویتی رو انجام بدم. پس به کمک این سه تا جمله میتونیم راجع به دیلی روتینمون صحبت کنیم. حالا از بحث معرفی خودمون که خورده بگذریم و چه کارهایی انجام میدیم، وقت آزادمون رو چه کار میکنیم و اینا، میخوای داستانی رو حالا شروع کنی به گفتن توی حالا قسمت دوم حرفات. میخوای شروع کنی یک روایتی رو آغاز بکنی، میخوای یک داستانی رو برای طرف مقابل شروع بکنی و یک موضوع جدید رو میخوای آغاز بکنی، میخوای بهش معرفیش بکنی. به این جمله دقت کن، یکی از راهایی که میتونیم داستانمون رو باهاش آغاز کنیم، میگه I would like to talk about a memorable experience I had
when. میگه من دوست دارم که صحبت کنم راجع به یک تجربه خاطر انگیز و بسیار یونیک، وقتی که I had، که داشتم، when، وقتی که. حالا میتونی بهاش داستانتو شروع کنی. پس چی شد؟ I would like to talk about a memorable experience I had. مثلا when traveling to Japan، مثلا وقتی که در حین سفرم به ژاپن. پس اینجوری میتونی شروع کنی. یا one of the most significant events in my life was when. یکی از اون اتفاقات خاص و بسیار بیادماندنی زندگی من بود وقتی که. اینجوری میتونی حال داستانتو شروع بکنی. یا بگی a place that holds special meaning for me is، جایی که معنی خیلی خاصی برای من داره تو قلبم هست فلانجا. هستش مثلا the small town where I grew up، شهر کوچیکی که اونجا بزرگ شدم مثلا. و حالا میتونی راجع به اون شهر شروع کنی صحبت کردن و بحثتو بست بدی برای طرف. توی جاهایی از صحبتمون لازم داریم که بتونیم نظر خودمون رو اکسپرس بکنیم یا expressing opinions انجام بدیم. بتونیم نظرهای خودمون رو به طرف مقابل بگیم و بهش راجع به نظرهامون صحبت بکنیم. چند تا جمله که میتونیم باهاش این کار انجام بدیم و شروع بکنیم جملمون رو، یه سری عبارتهایی که داریم با هم میبینیم. اولیش چیه؟ میگه I strongly believe that، من به شدت و به قوت باور دارم بر این موضوع که. حالا میتونی اون موضوع تو بگی I strongly believe that مثلا life is full of opportunities، من باور دارم، بسیار قوی باور دارم که زندگی پر از فرصت هاست. و حالا میتونی ادامه بدی. یا بگی in my view، in my point of view، life is مثلا full of opportunities. یا میتونی بگی from my perspective، از نقطه نظر من، از پرسپکتیو من، مثلا life is hard، زندگی سخته. پس این ستا میتونه به ما کمک بکنه که جمله همونو شروع بکنیم. I strongly believe that in my view from my perspective. حالا یه جایی لازم داری که برید دوتا موضوع بتونیم یه تفاوت و یک تضادی قائل بشیم، یا بتونیم یه چیزو بگیم بعدش حالا یه موضوع دیگر رو مطرح بکنیم. یعنی compare میخواییم بکنیم دو چیز با هم دیگه، یا میخواییم contrasting انجام بدیم، میخواییم یک تفاوتی بینشون قائل بشیم. چجوری میتونیم این کارا رو بکنیم؟ بین اون جمله دقت کن. میگیم while، اینجا میگیم first idea رو میگیم، میگیم while the first idea is true. درسته که اون نظر اول، اون ایده اول درسته. It's also important to consider، حالا میگه اینجا second idea خودتو میگی، میگی این همچنین مهم و اهمیت داره که در نظر بگیریم. حالا ایده دومت رو از اینجا به بعد به طرف میگی، میگی درسته نظر اول درسته، while the first idea is true، اما در ادامهش میگی حالا نظر دوم هم میتونه درست باشه. یا از عبارت بعدی استفاده میکنی on the one hand، در یک طرف، یا میگی on the other hand. میگه on the one hand، در یک طرف، حالا میام اون توضیح رو میدی، بعد میگه but on the other hand، اما از طرف دیگه، در جبهه دیگه، از منظر دیگه، اون نقطه نظر دومت رو به طرف میگی. یا میگی in comparison to something، in comparison to something، در مقایسه با چیزی، I think that، حالا میگه اون چیز دوم میگی، I think that another thing is more or less important مثلا. پس میگی در مقایسه با اون چیز من فکر میکنم که آن چیز دوم اهمیت بیشتری داره، اهمیت کمتری داره، یا more or less، یا یه صفت دیگه ای رو میگی. اینجوری میتونی جملت رو شروع بکنی برای اینکه مقایسه بین دو چیز انجام بدی. حالا وقتی که میخوایم یه مثال برای طرف بیاریم، از چه عبارت های استفاده بکنیم؟ مثلا میتونیم ساده ترینش بگیم for example، میتونیم بگیم برای مثال، for instance، برای مثال. یا میتونیم بگیم a good illustration of this is، یک مثال خوب برای این موضوع هست. یا میتونیم بگیم take something as an example، یعنی بیایم آن چیز رو به عنوان یک مثال در نظر بگیریم.
مثلا take the first opinion as an example، نظر اول رو به عنوان یک مثال در نظر بگیر. پس وقتی که میخوایم مثال بذاریم میتونیم ساده بگیم for example، برای مثال، for instance، بازم برای مثال. یا میتونیم بگیم یه خورده بهتر بگیم a good illustration of this is، مثال خوبی برای این موضوع هست فلان چیز. یا میتونیم یک چیزی رو به عنوان مثال در نظر بگیری، بگی مثلا take something as an example for، برای حال موضوع تو به طرف بگی. وقتی که میخوای expressing بکنی agreement or disagreement خودتو، یعنی میخوای موافقت یا مخالفت خودت رو با یک نفر در واقع بیان بکنی، چجوری این کار رو بکنیم؟ میگیم I completely agree with the idea that، میگیم من کاملا موافق هستم با این ایده که، I completely agree with the idea that. یا میگیم why، حالا میخوایی مخالفت کنی باش، میگی why I understand your point، اگرچه من منظور تو رو میفهمم، I have a different perspective، من یک نگاه نظر و ایده متفاوت نسبت به تو دارم. حالا اونجا ایده تو برایش توضیح میدی. یا میگی I'm not sure I agree because، من مطمئن نیستم که باید موافق باشم به خاطر اینکه، بعد دوباره ادامه جمله تو برایش میگی. و در آخر یه نکته مهمی که پیش میاد موقعی که یه نفر از ما یه سوالی میپرسه توی اسپیکینگ یا توی یک آزمون، مخصوصا آزمون آیلتس، اگر جواب اون سوال در لحظه به ذهنمون نیاد یا نیاز داریم که به جواب و پاسخ کمی فکر بکنیم، در حد چند ثانیه بهش فکر بکنیم، چجوری این موضوع رو بیان بکنیم که نه نمره از اون کم بشه نه آسیبی به اسپیکینگمون بزنه؟ به این سه تا نمونه دقت کن. میتونیم به طرف بگیم اوکی that's an interesting question، سوال خیلی جالبیه، let me think، بذاری خود رو بهش فکر کنم، that's an interesting question but let me think about it، بذاری زیر راجبش فکر کنم بیاندیشم. یا میگیم مثلا I haven't thought about that before، من تا حالا نسبت به این موضوع فکری نکردم، تا حالا بهش فکر نکردم که جوابی براش داشته باشم، but اما مثلا، حالا میتونی جوابی بدی که بگی باز دوره بگی که I have not thought about that before، let me think about it، بذاری خوره بهش فکر کنم. یا میتونی بگی let me see، بذاری ذره ببینم چجوری جوابتو بدم. یا میتونی بگی I suppose، فکر میکنم، گمان میکنم. پس اینجوری میتونی یه خورده وقت برای خودت بخری با این عبارت ها. بگی مثلا let me see، اوکی حالا مثلا چند دقیقه برای خود، یه چند ثانیه برای خود وقت خریدی. یا میگه I suppose، فکر میکنم، گمان میکنم، در این حین داری فکرم میکنی. پس این عبارت ها میتونه بهت کمک بکنه که اگه یه جا گیر کردی چند ثانیه برای خود بتونی وقت بخری و اجازه ندی که اون دیلی توی صحبتت بیفته یا مکس تو صحبتت ایجاد بشه. میتونی از سوال یارو تعریف بکنی، بگی اوکی that's an good، بتونم بسیار بگی that's an interesting and good question، سوال خیلی خوب و جالبیه، آفری فلان اینا، یارو خوشم حال میکنه. بعد آروم آروم هی داری همزمان فکرم میکنی که مثلا چی جواب طرفو بدی. دمت گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردی، امیدوارم لذت برده باشی. امروز سعی کردیم با هم دیگه چند جمله‌ای که میتونه توی اسپیکینگ بهمون کمک بکنه تو موقعیت‌های مختلف رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. یادتون اگه ویدیو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک بکنین، چنل رو به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کنین، ویدیو برای رفقاتون بفرستین که اونا هم به جمع خانوادهمون اضافه بشن. و یادتون نره که برای شرکت کلاس‌های خصوصی زبان ایکا یا کلاس‌های فری دیسکشنمون که خیلی کلاس‌های خوب و باحالین، حتما به ویدیوهای پیج سر بزن و اونا رو ببین. تو توضیحاتی که توی ویدیوهای پیج داشتیم راجعشون صحبت کردیم، رو تصویرم داری تصاویرشون رو میبینی، حتما حتما به راه‌های ارتباطی که این زیر میاد پیام بده و باشون در ارتباط باش. متشکرم ازت، تا ویدیو بعدی فعلا.